گاه گاهی که دلم میگیرد میگویم به کجا باید رفت، به که باید پیوست، به که باید دل بست. حس تنهای درونم گوید بشکن دیواری که درونت داری، تو خدا را داری و خدا اول و آخر با توست. سلام خدمت همه شما عزیزان، همه با مراما، همه با معرفتا، همه اهوازیا، همه آبادانیا، همه خرمشهریا، اصلا همه جنوبیا، حالتون چطوره؟ شومیشو با اجازه همه شما مخاطبا تقدیم مردم دوست داشتنی جنوب میکنیم و امیدواریم که هر چه زودتر مشکلاتشون حل بشه. یه حرفی هم در گوشی به مسئولین مربوطه بزنیم دیگه. این مردم دوست داشتنی تو جنگ از همه جونشون و مالشون و سرمایهشون گذشتن. واسه این مرزبون خدا رو خوش نمیاد 30 سال مشکلاتشون حل نشده. یه دستی به جنبونی، یه حرکتی بزنید آخه. یادت نره این عشق، یادت نره احساس، با حس همون روز و احساسم و بشناس. برف دلم و دست کسی آب نکرده، خورشید سحر پشت به مهتاب نکرده. از دست تو میرم به خدا، دست خدا نیست. سر رفتن این حوصله ها دست خدا نیست. خب بریم سراغ دیشومیشی های عزیز ببینیم چی برامون نوشتن. گروه نرم افزاری دارکوب گفته که سلام، شما دقیقاً اونجایی از وطن فروشا رو میسوزونین که آبو نمیتونن بریزن روش. عرض کنیم که ما فکر نمیکردیم جایی باشه که بسوزه و نشه روش آب ریخت. به همین خاطر از همه وطن فروشا دعوت به عمل میآید تا اونجایی را که میتوانن آب بریزن بدون فوت وقت به ما اطلاع دهند. شایان ذکر است که پس از موعد مقرر به درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد. آتنا خانم هم گفته که کلمه دیشومیش از چی گرفته شده؟ کلمه دیشومیش از کف و مف خیابون میابون کوچه موچه ها و اینا گرفتیم. فکر کنم دیگه متوجه شدین دیگه. نشدین هنوز؟ بابا دیدین میگن مثلا دمپایی منپایی، شیرینی میرینی، همایش ممایش، دفتر مفتر، ما هم میگیم دیشومیش. فرهنگ یعنی اکسیژن گفته دیشومیشی های عزیز بیشتر در زمینه تبلیغات وقت بذارین، تو یوتیوب و تلگرام و غیره فعالیت کنید، موفق باشید. خب همین کارو انجام بدین دیگه، یه خورده ما رو تبلیغ کنین. ما انقدری وقت کنیم این دیشومیشو برسونیم کلامونو باید بندازیم بالا، مگه اینکه مخاطبا کمک کنن و یه خورده برای ما تبلیغ کنن. حالا چه جوری تبلیغ کنید؟ اینجوری مثلا رفتی مغازه بگو آقا ببخشید دیشومیش گازدار داری، یا مثلا دیشومیش بدون پالم داری. مغازه دار با تعجب نگات میکنه میگه چی؟ اون وقت شما میگی ببخشید یه روغن بده یا مثلا یه نوشابه بده. این خودش تبلیغ غیر مستقیمه دیگه، جوابم میده. و اینم گفته آفرین، از تون صدا خوشم میاد، جذاب کرده برنامه رو. مرسی وحید خان، به خاطر شما هم که شده یه کوچولو میخوای بخونم. سلامم را جواب میده که کلام تو هم گفته که واقعا افتضاح بود. بفرما. یکی از ما داشت تعریف کرد، یه خورده خوشمون اومد که نویسنده برنامه عمدن این پیامو گذاشته تا بریزه تو حال ما. آقای نویسنده نکن، قارداش جان نکن. شما هم پارادوکس خان دقیقا بگو که کجای برنامه افتضاحه. من که مطمئنم افتضاح نیستم، این از من. حالا بگو کجای برنامه افتضاحه، متن افتضاحه، موضوع افتضاحه. باوگر چنل گفته که حالا شما هر چرت و پرتی میخواین بگین بگین، من و تو و بی بی سی کار خودشونو میکنن، شما رو فقط نصف آپارات میشناسن، ولی من و تو و بی بی سی رو حدوداً نصف ایران میشناسن، حالا شما هر چی میخواین بگین. من که نمیدونم آقای خانومی، خلاصه این که واقعا ما رو نصف آپارات میشناسن. دم شما گرم، این حرف شما از یه نوشابه گازدار تو این هوای گرم استدیو به ما بیشتر حال داد. تازشم از قدیم گفتن نیم کیلو باش ولی مرد باش. خلاصه این که ما هم داریم اندازه توانمون کار خودمونو میکنیم، حالا اونا هرچی میخوان بگن بگن. آقا مصطفی هم گفته که درود بر دیشومیش، ادامه بدین. ممنونیم آقا مصطفی. این آقا مصطفی یکی از طرفداران پروپا قرص دیشومیشه.
همیشه روز نفرات اولیه که پیام میذاره. مورد داشتیم، ما اصلا برنامه نداشتیم، ولی مصطفی پیامشو گذاشته. ممنون آقا مصطفی، به خاطر شما هم که شده ادامه میدیم. دم شما گرم، دم همه مخاطبا که پیام میذارن و برنامه رو گرم میکنن هم گرم. بالاخره بعد از ماها تلاش و دوندگی، یا اگه بخوام به زبون سخت فارسی بگم، بعد از پاره شدنهای زیاد، بالاخره برگزار شد. چی برگزار شد؟ مهم نیست که چی بود، مهم اینه که برگزار شد. بعد از ماها تلاش و زحمت، بعد از مدتها دوندگی و کار خستگی ناپذیر، سرانجام روز برگزاری گرد همایی مقاومت از راه رسید و اشرف نشانها با شور و حال در گرد همایی بزرگ قیام تا پیروزی حاضر شدند. بله، یه گرد همایی درست کردن به چه بزرگی؟ انقدر بزرگ بود که از کل دنیا توش بودن. از کشور دوست و همسایه اسلوونی گرفته تا کشور دوست و همسایه لهستان، بلژیک، کرواسی، مقدونی، آلبانی، استونی، ایسلند، مریلند، گریزلند، گوزفند. خلاصه این که از هر جایی که شما فکرشو نمی‌کنی تو این همایش بودن. یعنی هر کی با هر چی که تونسته بود اومده بود. یکی با تور مسافرتی، یکی با تور دانشجویی، یکی با تور جهانگردی. اصلاً خبر ندارید. چیزی در حدود 100,000 تومان. بله 100,000 تن آدمو مثل آجر ریختن وسط همایش. تا اونجایی که ما یادمونه، اینا وقتی داشتن از ایران میرفتن رنگشون روشن بود. حالا چی شده که رنگشون برگشته؟ اصلا به ما ربطی نداره، دخالت هم نمی کنیم. یعنی انقدر این گرد همایی بزرگ بوده که خبرها اصلا جابجا میشده. نه که مکانش بزرگ بوده، یه خبری از این سر سالن تا برسه اون سر سالن کلا 180 درجه تغییر میکرد. مثلا صدای آمریکا خبر داده که از تلاش‌ها برای تغییر رژیم ایران تشکر میکنیم. البته ما هم تشکر میکنیم. واقعا اگه بتونین این رژیم ما رو تغییر بدین خیلی خوب میشه. بابا همش فست فود، همش غذای حاضری، اضافه وزن گرفتیم. یعنی این کارو اگه انجام بدین، یک در دنیا 100 در آخرت، خدا ثواب نصیبتون کنه. بعد از خبر صدای آمریکا، شبکه بی بی سی هم یه خبر زد که مقامات آمریکایی تاکید میکنن که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند. یعنی خود آمریکایی‌ها میگن میخوان تغییر بدن، اما بی بی سی میگه زر نزن بابا، نمیخوان تغییر بدن، میخوان عوض کنن. بگذاریم. همونطور که دیدید یه سری ها هستن که آدم ها رو با پول میخرن، از اون طرف یه سری ها هستن که خودشونو به پول میفروشن. ندا امین که به فارسی برای تایمز اسرائیل مینوشت و از 3 سال پیش از ایران به ترکیه گریخت، اخیراً با خطر استرداد به جمهوری اسلامی ایران مواجه شده بود، اما توانست با کمک انجمن خبرنگاران اسرائیلی ویزای ویژه ورود به اسرائیل را کسب کند و دیروز وارد آن کشور شد. این خانم بعد از این که رفت اسرائیل مصاحبه کرد و گفت اینجا خیلی خوبه، همه چی گل و بلبله، منم خوبم، هوام خوبه، همه چی آرومه و من چقدر خوشبختم. ندا پس از ورود به اسرائیل در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و در جریان گفتگو با دیوید هوروویتس، سردبیر روزنامه ترانز اسرائیل، گفت اکنون احساس امنیت و خوشحالی می کند. همونطور که داشت میگفت من اینجا جام خوبه و همه چی خوبه، از پشت دوربین بهش اشاره کردن که بله، ندام گفت که ایران عجب کشوریه ها، توش اصلا حقوق بشر رعایت نمیشه. من خواهش میکنم که تحریما رو فتیلش رو بیشتر کنید تا اینا آدم بشن. ندا میگوید جمهوری اسلامی ایران موازین حقوق بشر و آزادی بیان را زیر پا میگذارد و معتقد است تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه ایران باید بیشتر و شدیدتر شود. از اونجایی که جوجه رو آخر پاییز میشمارن، ندا خانم قصه امام بعد از چند وقت زندگی تو اسرائیل فهمید که حتی سگش هم بیشتر از خودش حق و حقوق داره. من یه تن فقط فرستادن رفتن کلاسمو که اونم اصلا تو دولت نبود، اصلا تو جویش جنسی بود، آژانس یهود. اما برای ترم بعد اومدم ثبت نام کنم، گفتم بعد هزینه بدی، اون هدیه بود دیگه، الان دیگه برقش بعد هزینه بدی، در صورتی که اینو دولت میبست بده. منو به عنوان یه پناهنده آورده اینجا، یه چوب کبریت به من دادن، ندادن هیچی. روز به روز زندگیم داره به فاک میرسه. این چه زندگیه برای من درست کردن که همش بعد تو خونه باشم، هیچ گونه فعالیت اجتماعی، هیچ گونه کاری نمیتونم بکنم. والا به خدا سگ من اینجا الان ارزش اعتبار و هویتش شد، تمام چی میگن حقوق اجتماعیش از من بیشتره. حالا ندا خانم قصه ما کارش اینه که غروبا لب پنجره میشینه، همچین سیگار کشان این آهنگ رو گوش میده. برگشتم هشیما بگذر تا از گناهم، آری گناه من بود
اسرائیلیا کلن آدم های عجیب غریبی هنها. از یه طرف به همین ندا که واسه شون وطن فروشی کرده محل سگم نمیذارن، از این طرف میخوان تو حل مشکل آب به ما ایرانیا کمک کنن. امروز پیشنهاد بی سابقه ای برای ایران دارم در مورد آب. مردم ایران قربانی رژیمی بی‌رحم و سرکوبگر هستند که آب حیات بخش را از آنها دریغ می‌کند. اسرائیل در کنار ملت ایران می‌ایستد، برای همین هم می‌خواهم جان تعداد بیشماری از ایرانیان را نجات دهم. گفتیم باشه آقا کمک کن. بعد خودش و کلی تیم تحقیقاتی و اینا نشستن دور هم و بعد از کلی وقت حاصل تحقیقاتشون رو ارائه دادن. بلدم مشکل آبو حل کنم این بود. اینو که خودمونم میدونستیم، تیم تحقیقاتیم این بود تیمت، شیر تو تیمت. تو دنیایی که یه آمریکایی پسرشو به خاطر اینکه اونو نفرسته به خانه سالمندان میکشه، تو دنیایی که آمریکای مدعی خودشو از حقوق بشر سازمان ملل میکشه بیرون، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعاً تو همچین دنیایی حمله به هواپیمای مسافربری و کشتن 290 زن و بچه بیگناه جای تعجب نیست. اما این جای تعجب داره که این فاجعه بشری رو بخوای ماسمالی کنی. فکر میکردن هواپیمایی که از این فرودگاه بلند شده F-14 نفرات آماده حمله شدن. از یکی از ناوبان‌ها پرسیدم چه خبره؟ گفت به زودی یه حمله موشکی می‌بینیم. رفتم پیش دیدبان که موشک رو تا لحظه‌ای که بعد افخورد دنبال کرد و دید. یه رو 20 دقیقه بعد متوجه شدن که یه هواپیمای مسافربری از صفحه رادار محو شد. من خیلی برای خانواده‌هایی که عزیزاشون رو از دست دادن قصه خوردم. به خاطر قصه خوردن‌های زیاد رئیس جمهور وقت آمریکا به همه سربازان و فرمانده‌های اون ناو جنگی و کشتن بچه‌های بی‌گناه مدال شجاعت میده و هیچ وقت هم از مردم ما عذرخواهی نکرده. اما این طرف داغ این حادثه تو دل ما ایرانی ها 30 ساله شده و هنوزم که هنوزه واسه حرف زدن با عزیزانمون باید دل به امواج دریا بسپاره. به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. همیشه منتظر نظراتون هستیم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.